برگشتیم و سلام صبح خیری به شما هایی که تازه بیننده برنامه تان شدین و تشکر می کنم از راهیل و مهمانشان که راجع به موضوع خیلی عالی هم صحبت کردن. فعلا هم در بخش ورزش قرار دادیم. بلال امیری را با خود داریم از بخش مبارزات آزاد یا MMA. سلام صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بلال امیری هستم، یک تن از ورزشکاران MMA. سلام با شما و سلام به بیننده تلویزیون جهان. شما زنده سلامت باشین. چند سال میشه ورزش میکنین شما؟ مدت 4 سال میشه من ورزش MMA میکنم یا فری فایت و پیش استادم احمد سوهل حسن زاده. بله، قبل از اینکه 4 سال MMA ورزش میکنین از کدام رشته را پیش میبرید؟ پیش از این من فوتبال میکردم و یک چند مدت، یک سال یک نیم سال من فوتبال کردم و من اجازه در خانه نمیداد و خواستم به دنیای MMA بیایم و مبارزات آزاد. بله، دلیلش چی بود؟ چرا اجازه نمیداد؟ فوتبال هم یک ورزش است که بیشترین بیننده و علاقه منده در سرتاسر جهان داره و خیلی راحت هم است. گپ خوب است. با ما سفید روشای و اصلا پیش هستن با میگفتن یا ایساوی هستن چه رقم نگه فکرهای پیش مردم هم میرقم بود نگه. راجع به فوتبال یک موضوع خیلی ناگوار پیش زیاد مردم ها هست، میگم اشم فوتبال کردن گناه داره و چطور چنان هست یک بله. داستان جور کردن. بله امی رقم بود با من و من نخواستم به گپ کلان ها رو بنازم و خواستم بیایم به دنیای MMA و ورزش کنم تا ما میخوایم به وطنم خدمت کنم، چی فوتبال باشه چی MMA باشه یا در درس باشه هر کار باشه، یگان هدفم است به وطنم خدمت کنم از راه بله. MMA ورزش شروع میکنیم. مزم فوتبال با سر MMA میایم. چند سال فوتبال کردی؟ در فوتبال دستاورد داشتین نداشتین یا تنها در منطقه که فوتبال میکردین نمو تیما بودین؟ بله نمو منطقه ما فوتبال میکردیم، یگان جا میرفتیم و خوب بود. یک نیم سال تقریبا دیگه فوتبال کردیم، مسابقه کردیم و دستاورد خاص نداشتیم چون امو قریه بود. بسیار جای دیگه که میرفتیم به سطح مثلا المپیکی چیزا نبود، دیگه دستاورد او نداشتم. بله، و اگر کوشش میکردی حالا میشد از تاریخ فوتبال و مستاری فوتبال در افغانستان میداشتی؟ اگر ما را میمان انشاءالله زیاد ما پیش میرفت. خیر باشه، MMA هم یکی از بهترین ورزش ها است، بخصوص در یه آخر در افغانستان بیشترین علاقه منده به خود پیدا کرده و همچنان اکثر ورزشکارا قبل از این کیک بوکس میرفتن، مویتای میرفتن یا تنها بوکس بودن، همه گی آمدن یک بارگی MMA رو شروع کردن. همه روز هم وقت ورزشکار دعوت میکنم از 10 تا شما قبول بکنین که 8 تا ازی 100% MMA کار میکنن. بله بله، و زیادترش تا آمد به MMA. MMA بسیار رشته جالب است به نظر خودم. بسیار کم چیزا فاول از دگه قشتی سب نشان هر چیز است و آزاد است. یک چیزای فاول مثلا نمره گیری نیست، دیگه زیادتر مردم خوش میکنه و در آخر در افغانستان بسیار زیاد رشد کرده. در افغانستان خود تنها MMA ورزش شروع کردی یا قبل از او هم کدام رشته دیگر را پیش میبردی یا در جنیان ازی که آمدی به مکس مارشال آرت یا MMA کیک بوکس یا بوکس بالوانی را میرفتی یا تنها می رشته را پیش بردی؟ نه خیر، من داره آمدم به MMA و یک چند مدت بوکس هم رشت میکردم، پالوانی هم میکردم و زیاد فوکسم سرزم MMA است. دیگر رشته های قبل به خاطر هر چیز است، ما در هفته مثلا 3 روز 4 روز تمرین داریم، دیگر بوکس هم از دمی پهلوانی هم است و جیجیسو هر چیز است، به می خاطر دیگر سر MMA زیاد فوکس دارم. بله، و در 4 سال چند مسابقه داشتین شما؟ در 4 سال 10 مسابقه دارم و 9 برد 1 باخت. باختم در اولا و از باختم مایوس نشدم چون تجربه است. تا که نبازی هیچ اما مثلا برده نمیفهمی که چه رقم حساب است، کلش برده برده دیگه با مو خاطر یک دانه باخت دارم. بله، به همین خاطر ما هم همیشه در برنامه موضوعی را که میگیریم میگیم مگر زندگی یک نواخ باشه اما لذت و کیفیت کدار از بین میره. به همین قسم ورزش یک مثال زندیش است. وقتی یک ورزشکار میخواه مسابقه بده حتما یا برنده میشه یا بازنده میشه. با وجود از که اینا بازنده میشن اما اینا نیروی مثبت میگیرن، انرژی بیشتر میگیرن تا اینکه دوباره با حریف خود شکست بدن یا حریف بعدی که میباشه چون اون یک درس از زندگی میگیرن. به انتا نفتی استاد شدن بلد نمیشی. بله، و این نوع مسابقه در کجا بود؟ داخلی بود؟ خارجی بود؟ در حال مسابقه اخیر در یک از تورنمنت های شب نبرد بود و خوشبختانه برنده شدم و دیگه مسابقه هم انشالله دارم در راسته. خبرهای خوش از عالی گفته نمیتونم انشالله، چند مدت بعد انشالله از طریق فیسبوکم با دوستای خود میگم انشالله.
بله، و مسابقات گفتیم کلا داخلی بودن؟ بله، کل داخلی بود. ولایتی بود یا تنها مرکز بود نه، مسابقات؟ ولایتی هم بود، مزارم رفتیم، وادگا، دمی کابل، تیرسپود و شب نبرد پشت صحنش ما فایت کردیم و یک فایت هم مثلا در ولایت بود. بله، و کلا ولایتی و داخلی همه مسابقات. مسابقات پیش رو در کجا است؟ خارجی هستن یا داخلی هستن؟ کوشش من زیاد است که خارجی فایت ما به خود جور کنم. اگر خارجی نشد انشالله در سازمان خود ما امینجا دیگه یک فایت انتخاب داشته میشه. بله، و خود در کجا خود بیشتر راحت احساس میکنی؟ استاد پا، افتیده، جوجیتسو، کدام حرکت خود بسیار جالب است برات؟ خودم استاد پا زیاد خوش است، راحت میباشم فایت، اما زمینم برم جوجیتسویم خوب است. یعنی پهلوانی هم کردی برش؟ بله بله، اما راحت هستم بالا، استاد پای جنگ بالا مثلا خوب خوب است و با این زود آدم کم زلا میشه و سخت هم است باز. بله، و دوستا از جنگ گفتن جنگ در انگلیسی یعنی فایت. وقتا فایت میگیم که حتما به زبان عامیانه میشه که مبارزه و جنگ. جنگ هم و ام ام و ام ام هم جنگ رسمی هست. جنگ است که اگر یکی برنده میشه بر از او یک مقام میته و حائز کمربند و مدال میشه. همه قسم است. بله. وقتا را که بجاز چند جای مخصوص دیگه همه حرکات آزاد هست. بله. میتونی گنده بزنی، آرنج بزنی، نیکیک، البو، کمی انگلیسیش هست، البته بوکس هست. در هر ورزش که البته آزاد باشه و بوکس حتما هست و پهلوانی هم اضافه شده داری. بله. پس هیچ چیز نمون که داری نباشه. پس کلا ورزشکار آماده هر چیز باشه، هم ساده هم افتاده، و کوشش بکنه که البته حریف خود از هر طریق که میشه از پا بیاره. از پا. بله، و مسابقات که داشته نکاوتی بود یا همش توسط نمره و سب نشان چی بودن؟ مسابقه اولیم که بود سب نشان من بردم و در یک مسابقه بود حریفم تقریبا در 5 ثانیه حریف خود نکات کرده بود و وقتی که مجبور شد ما در 13 ثانیه او را نکات کردم و مسابقه در نمره هم بردم در تیرس بود و در هر رشته مثلا نکاتی هم داشتم و سب نشان و جسو کلش داشتم. بله، و کدامش برات بیشتر لذت بخش بود؟ بیشتر که بود نکاتی بود، نکات کردم معرفه کردم. بله، همو برم زیاد جالب بود و بسیار مثلا من فکرم نمی کردم بخاطر حریفم بسیار قوی بود، تقریبا در 5 ثانیه او نکات کرده بود حریف خود. ما وقت داخل رنگ شدم حریف طرف حریفم دیدم یک رقم شدم، خب بازم خیر دست دادم. یعنی او دست... یک غرور داشت که من نکات کردم. او غرور داشت که من دست دادم در 13 ثانیه او را نکات کردم. 5 ثانیه در مقابل 13 ثانیه شکست خورد. بس و او هم هموطن ما هست، کوشش بکنه در مسابقات خارجی اشتراک بکنه و تا یک حریف های خارجی را هم شکست بده. این مسابقات که داشتین البته بالای کمربند هم بوده یا همش بالای کپ و مدال بوده؟ نه، همش سر کپ و مدال بوده. بله، کسی را چلنج ندادی کدام حریف تا که کمربند داشته باشه بر از او گفته باشه که همی کمربند تا را باید ما برنده شوم؟ نه خیر، ما در دل دارم اما نمیگم. انشالله ما زحمت های آماده هستم، انشالله وقت برابر شوه انشالله ما کدش روبروی شوم، انشالله کمربند ازش میگیرم. و الگوی خودت در ورزش کی است؟ الگویم در UFC 60 کیلو کودن الف. UFC یک فایتر است 60 کیلو. کی هست؟ تعریف کنیم بشناسیم شه؟ زیادتر نمیشناسه، در افغانستان او را نمیشناسه و در UFC بسیار قهرمان خوب است، 19 نکاوتی داره و خودش هم در این بار مسابقه اخیر پیش از یک دانه نکاوت شده و کودینل است در UFC و خوش زیاد دارم خبیبه. مثلا خودم الگویم که است مثلا امو کودینل است، خب مسابقه خبیب زیاد خوشم میاد. بله، و میخوایی که وقت به مسابقات UFC یا به سازمان UFC را پیدا بکنی اولین حریفت کی باشه؟ در خارجی تعیین کردی دیگه؟ حتما باید تعیین بکنی چون هدف باید داشته باشیم. و از دیگه فایتر ها زیاد از در خارجی مثلا میگی که خارج مرکز کی فایت کنم. وقت است تا نوز تا که ما با UFC میرسیم دیگه جوانای نو میای با UFC انشالله دیگه شاید اونایی که حالا هستن تقاعد بکنن. بخاطر خبیب امامی علی رف از دنیای MMA دیگه کسایی که ما میشناسم فلال در UFC یا خود رفتن دیگه نفر خود آمده. بله، و در بخش MMA از طرف خانواده کی بیشتر تشویق کرد؟ همه ما رو تشویق میکنه، بیادرام، فامیل محترم همه ما رو تشویق میکنه و یک پدر جانم کمی ممرای ما مخالفت میکنه و او هم انشالله در اخیرا دلیل مخالفت از اونا چی هست؟ های میگن کاسیب میبین یا کدام گفت دیگه؟ بله، هست؟ امو
دوست داره، کل مرا دوست داره، مادر جانم زیاد دوست داره، به خاطر زمو میگه اوگار نشی بعد که ام ام بسیار رشته خطرناک است، به مو خاطر به ما میگه که نکو امی ورزش نکو. نکه ما کتش خود کم سخت گرفتیم، تا اینجا خدا رسانم ان شاء الله، و مال دلش نرم شده که تا اینجا خدا رسانم، بعد از یه مال تشویق میکنم برد. بله، و هر کسی که باشه، پدر باشه، مادر باشه، وقتی ببینه که پسر از اینا یعنی قدر توانایی داره که ده مسابقه را نو تایش همی برای یک تاخ خیر او خواه هیچ حساب نمیشه. وقتی نو مسابقه را برنده شوه حتما افتخار در دل میکنه. اگر در پیش روی تو میگه که بچه این ورزش بر تو خطرناک است یا چی است، اما این را باور داشته باش در بیرون در کنار دوستایش یا قوم و خیش که میشینه یادآور میشه، میگه اینا بلال جان تک ورزشکار هست، بله. تک استعداد داره و قوم و خیش هم بالای خودت افتخار میکنن. بله بله. و تمرین هم میتی یا خیر تنها خود تمرین میکنی؟ نه، من خودم تمرین هم میتم و ترینر هستم، یکان تکنیک مثلا من گرمکاری و حرکت های میرم، باز در خیر ده دقیقه 20 دقیقه قهرمان احمد سوهل میه امو جمعه ما استاد ماست تمرین تکنیک به بچه ها دگه میگه. بله، وقتی رو پرسید وقتی رو که بعض از دوستا هستن وقتی ببینیم یک مسابقه دو مسابقه رو اینا انجام بتن، بعدش کلا مسابقات کنار میگذارن، میگه من ترنر شدم تمرین میتن. نه، درست است که وقتی یک چیز را آموختی باید به دیگرا هم یاد بدیم، اما قهرمانی خود هم باید حفظ بکنیم. مسابقات که می داشته باشیم در اشتراک بکنیم، نمیشه که ما شانه خالی بکنیم یک کمربند و کمربند که برنده شدیم هر حریفه که بر ما چلنج بده بگیم نه دیگه ایره من برنده شدم مال ترنر است. زیاد است در افغانستان بالخصوص، بسیار زیاد است. یک کمربند بگیره، یک چیز بگیره، باز تمرین اعلام میکنه، قهرمانی خود حفظ نمیکنه، بس امو شاگرده میگیره، پول زیر میگیره. و یک گپ دگام در ذهنم گشت، به خاطر که زیادتر فایترها حال پول نداره، وضعیت افغانستان خوب نیست، و از قهرمانای خواهش دارم که و از تجارای ما که قهرانای خوب کشور ما را اسپانسر کنه. و یک دوست ما سلیم میرزای نگه او بسیار خوب فایتر در شب نبرد و می خواهیم که تجاره او را اسپانسر کنه. و قهرمان احمد سوهل هم بسیار قهرمان خوب است، اما متاسفانه بزو کسی فکر نمی کنه. اگر فکر کنه بسیار یک فایتر خوب است در وزن 70 کیلو، انشالله دیگه او مسابقه داره در خارج. بله، و کلا در کشور ما افراد و جوانایی هست که استعدادهای به خصوص خود دارن، اونا میبینیم که چه استعدادها در بخش ورزشی در بخش علم و دانش باشه، اما نیاز به چی داره؟ نیاز به یک تشویقگر داره، نیاز به یک اسپانسر کننده داره تا اینکه اونا را اسپانسر بکنه، تشویق بکنه. چون جوانا در افغانستان هم کسب و کار دارن و هم در کنار از اینکه از طرف روز تا 4 بجه یا 5 بجه در وظیفه می باشن، فقط بعد از اینکه از وظیفه اونا خارج میشن میرن ورزش میکنن. با وجود از اینکه کلا تمام روز و یک روز خسته کن برز می باشن، با وجود او خستگی ها میره ورزش میکنن، وقت مسابقه میکنن از هیچ خود اینا مدال میرن، کپ میرن، و حتی کمربند های خارجی ها را اینا گرفتن و چلنج های زنا را قبول کردن و شکست دادن برز. بله بله. و در اخیر پیام خودت چی هست؟ پایم ما به جوان ها میست بیاین درس بخونین، ورزش کنین، با یک دگه دست بتین تا وطن ما جور شوه انشالله، و از تعصب و چیزا چیز جور نمیشه. و ما کوشش دارم با انشالله در زودترین فرصت برتان خبر خوش در راسته. بله، انشالله ما هم منتظر هستیم تا اینکه بلال جان بیا با خبرهای خوش و قهرمانی های بیشتر، نکوتی های بیشتر. یک میان برنامه خیلی کوتاه داریم دوستا، همچنان با شما می باشیم.